سلام، امید که حالتون بسیار خوب باشه. من مریم رفیع هستم و در این ویدیو و در این کانال در مورد آموزش زبان فرانسه صحبت میکنیم. اگر اینکه تازه با این کانال آشنا شدید و علاقه مند و نیازمند به آموزش فرانسه هستید، بنابراین دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید. و این رو باید بگم، میدونم که برای خیلی از دوستان من این قضیه تکرار مکرراته، ولی از اونجایی که من شنیدم، چون که ما با فیلتر شکن وارد یوتیوب میشیم و ممکنه که یوتیوب ما رو به عنوان یه باگ ببینه و سابسکرایبی که ما کردیم و یه لایک که انجام دادیم بپره، برای جلوگیری از این قضیه توصیه شده که لطفاً کامنت بذارید، حتی شده یه استیکر اگه حوصله ندارید. ممنون میشم این کار رو انجام بدید. و این قضیه مهم این که حتماً حتماً لطفاً برام کامنت بذارید و منو از نظراتتون آگاه بکنید. اینو بدونید که خیلی برای من مفیده. خب، در این ویدیو ما قراره در مورد معرفی در زبان فرانسه صحبت کنیم. بنابراین برای سطح مبتدی خوبه. من برای اینکه این قضیه خیلی بیشتر یادتون بمونه، اومدم معرفی رو در قالب یه تکست، در قالب معرفی یه خانواده، خانواده یه سارا و همسرش که دو تا بچه دارن، اومدم این معرفی رو در قالب ورب‌هایی مثل بودن، نامیده شدن و داشتن که حالا می‌بینیم براتون اینجا تهیه کردم. برای کسایی که مبتدی و صفر هستن، بدونید که خیلی از جملات و خیلی از ساختارها هستش که به طور قطع نمیدونند، ولی من معنیشو بهتون میگم. من به نظر من و بر اساس تجربه من، یادگیری در داخل تک، یعنی داخل کانتکست، یه داستان، یه ماجرا، خیلی تاثیر داره در روند یادگیری. برای همین این ویدیو رو درست کردم. خب بریم ببینیم. بنابراین قرار شد اگه چیزی هستش که متوجه نمیشید و اصلا بلد نیستید، فقط قانع باشید و راضی باشید به اینکه کانتکست ماجرا و بستر ماجرا رو میدونید و اینکه قراره که در ذهنتون بیشتر نقش ببنده. بوزت پره؟ سپختی؟ در این ویدیو و در این پرزنتاسیون ما قراره با سه تا ورب خیلی مهم آشنا بشیم. یکی ورب، یعنی فعل سپله، نامیده شدن، که بعدش حتما حتما اسم کوچیک یا فامیل استفاده میشه. فعل اتر، بودن، و فعل اوار، داشتن. سپله، اتر، اوار. بچه ها آرومتر میگم برای کسایی که مبتدی هستن و یا فکر میکنن که براشون مفیده، برن و یک سیلو خودکار و یک کارنه دفترچه بیارن و نوته کنن. دکار؟ من و پوبه پوزه بتونید، حتی و متر ده پوز بتونید پاس کنید و کم کم بنویسید و یادداشت کنید. امید که مفید باشه براتون. الو. ال سپل سارا. ال تانگلز. ال تنفرمیر. ال 35 ال ال زمیر فاعلی سوم شخص معنای او. او اویی که خانومه، یعنی همون شی انگلیسی. ال سپل، بعدش باید حتما من یک اسم کوچک یا فامیل بشنوم. ال سپل سارا. ال تانگلز، اون انگلیسیه، ملیتش. ال تانگلز. ال تنفرمیر، اون پرستاره، شغلش پرستاره. الا 35 اون 35 سالشه. تاکید میکنم و آروم میگم که تو ذهنتون بمونه و چه بسایی و چه بهتر که تکرار کنید. سارا ای ماریه. الا اون فامیل. ژاک ای سون اپو. ایلز اون deux enfants, une fille et un fils.
La fille, elle a 5 ans. Et le garçon, il a 3 ans. Et là, Sarah a une famille sympa. Oh, Sarah est mariée. Sarah هست فعل بودن اتر سارا هست این قرمزا که نوشتم بچه تا اینجا با یه دونه یک فعلا یعنی بودن انگلیسی بودن پرستار بودن و متأهل بودن سارا ا ماریه الا اون فامیه الا اون فامی خب اولین الا اون فامی مثل 35 سال داره برای سن entre parenthèses بچه ها بین پرانتز بهتون بگم که فرانسوی ها برای اینکه سنشون رو بگن نمیگن I am 35 نمیگن من I am من هستم 35 ساله میگن من دارم فعل داشتن الا 35 ans و اینجا میگه اون داره یه خانواده الا این فامی رنگ آبی برای فعل داشتن جک ا سون اپو جک هست همسر او Ils ont, اون دوتا با هم، اونها, ils ont, دارن, رنگ آبی داشتن. Ils ont deux enfants. Une fille, یه دختر, et و un fils. La fille, elle a cinq ans. دختره, دخترشون که الان میشناسیم, 5 سال داره. Et le garçon, il a trois Zan. Elle a une famille sympa. Elle a une famille sympa. Doshtan. Borange Ovi Doshtan. Sarah et sa fille, elles ont envie. De participer au cours de danse. Jacques et son fils, ils aiment le football. Ils jouent au foot chaque jeudi quand ils sont libres. Sarah et sa fille, Sarah va dortaresh. Sa fille, elles ont envie. On a et avoir, elles ont envie de. Yani fait avoir d'achetan. Avoir envie de. Yani que niat doran, qasd doran. Elles ont envie de. Tu comprends? Participer, shirkat konan, au cours de danse. Dans quel oseraps? Jacques et là, son fils, Pesarech, ils aiment le football. On a football, Stéphane. Ils, Yannicki, Yanni Jacques va Pesarech. Ils jouent au foot chaque jeudi. On a football, vas-y, Mikonan, har, panchambe. Kay, quand? Quand? Ils sont libres. Vachti, fais-le, venez, rangez, frère, monsieur, Yanni Boudan. وقتی که هستند free آزاد quand ils sont libres یعنی وقتشون آزاده خب پس یه دونه verb داشتیم که اسمون استفاده کردیم که با زرد مشخص شده بود فعلایی که با قرمزن بودنن و فعلایی که با آبیان داشتن خب verb s'appeler برای اینکه بتونید اسمتون رو یا اسم کوچیک یا فامیلتون رو آن فرانسه بگید vous avez besoin نیاز دارید که فعل سپله رو بلد باشید سپله je m'appelle tu t'appelles il s'appelle elle s'appelle on s'appelle nous nous appelons vous vous appelez il s'appelle Elle s'appelle. Exemple, مثال. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez
comment. Ça veut dire quoi? Yani چی؟ یعنی vous. ما در فرانسه دو تا ضمیر مثل فارسی داریم. هم تو و هم شما. حالا شما هم میتونه یه نفر باشه، مثل فارسی که میخوام مؤدبانه باش صحبت کنیم، هم میتونه چند نفر باشن. اینجا یک نفره و میخوام باش مؤدبانه صحبت کنیم، میگیم vous appelez comment. چی نامیده میشید؟ یعنی اسمتون چیه؟ زبان ساده. کومو رو میتونیم هم على فان دو لا فراز بیاریم یا هم اول جمله. من قبل از این یه ویدیو دارم در مورد کلمات پرسشی مثل کی، کجا، چطوری، مثل کومو، و اونجا گفتم که کومو از جمله، کومو رو میتونیم هم آخر جمله بیاریم هم اول جمله. اگه اینکه دوست دارید که کلمات پرسشی رو یاد بگیرید در فرانسه، لطفا تشریف ببرید و اون ویدیو رو نگاه کنید. Vous vous appelez comment? Ya, comment vous vous appelez? Ou to? Tu t'appelles Tom? Qu'est-ce que Tom est? Tu, bacho u, talafose u. Tu t'appelles Tom? Qu'est-ce que tu Tom est? خب این فعل سپله بود. بچه ها فعل سپله میبینید؟ بعدش حتما یا نم میاد یعنی فامیل میاد، یا پخنوم یعنی اسم کوچک. هیچ وقت نگید بعدش ملیت، شغل نیارید، فقط اسم یا فامیل. و ورب اتر، ورب بسیار پرکاربرد و پر استفاده اتر با کل اکسان سیرکنفلکس، سوادیر بودن. Je suis، اول از همه کنجوگزانش میکنم، حرفش میکنم. Je suis, tu es, il est, اون آقا هست، elle est, اون خانم هست، on est, ما هستیم. Nous sommes, باز هم ما هستیم، ولی گفت میدونیم که فرق on و nous اینه که on، ضمیر on که توی سوم شخص های سنگولیه مفرد قرار میگیره، بیشتر پغل است، ولی nous هم با همون معنی بیشتر فرمل، فرمالتر و اکری و نوشتاریه. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Exemple. بعدش میتونم نسیونالیتی بیارم، ملیت. Je suis iranienne. یا پروفسیون بیارم، شغل. Je suis enseignante de français. Je suis enseignante de français. هم آروم آروم میگم، هم با تأکید و اگزاجره میگم که تلفظ تو ذهنتون ببینه. Je suis enseignante de français. من هستم معلم فرانسه. Je suis mariée. صفت متأهل، و چون خانم هستم آخرش یه او داره. یا مخالفش je suis célibataire، مجرد. مریه متأهل و célibataire، فارسیش نمیاد، مجرد. Elle est gentille. اون هست gentille. Gentille c'est un adjectif. Ça veut dire sympa. Ça veut dire مهربون. مخالفش elle est méchante. Pas جنس. پس بعد فعل être adjectif هم میتونیم بیاریم. Elle est gentille. Elle est méchante. Bah, dernier exemple, encore un exemple. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Man, khunamun hastam. Chez moi. Makanam, mitunim begim man koja hastam. Ba fele être. Et le verbe avoir. Avoir, ça veut dire d'acheter. Alors, je vais conjuguer le verbe avoir. Miram,
کنجوگه کنم، صرف کنم فعل avoir رو pour vous، برای شما. J'ai, toi, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention. Exemple. J'ai 37 ans. J'ai 37 ans. En 37 ans. Man, si on a sol. سن دارم. توی مالکیت رو میخوام نشون بدم. توی این گراند میزون. میزون ساو دیر بزرگ. میزون ساو دیر خانه. و گراند ساو دیر کوا؟ ساو دیر بزرگ. توی این گراند میزون. تو یک خونه بزرگ داری. یا برای این که بگم سردمه یا گرم. Il a chaud. Il a froid. 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 Un sardeche. Il y a un havo sardeche. Il y a un احساس سرما میکنه. حالا ممکنه هوا سرد باشه، ممکنه نباشه. ولی این سانتیمای شخصی اون طرفه. یا گرسنه، یا تشنه. بازم از فعل avoir استفاده میکنی. نه میگیم دارم گرسنگی، دارم تشنگی، دارم گرما، دارم سرما. اگه بخوایم تحت دو لفظی بگیم. اتنسیون، برای اینکه گرسنمه یا تشنمه از فعل être استفاده نکنید. jamais، هرگز. nous avons faim. nous avons faim. ça veut dire ما گرسنمونه. Nous avons soif. Vous avez sommeil. Vous avez sommeil. یعنی شما خوابتون میاد. و برای اینکه بگید خوابتون میاد یعنی feel sleepy، احساس خوابالودگی میکنید، از فعل avoir sommeil استفاده میکنید. حالا با هر شخص فاعلی که دوست دارید. و اینکه بگم من میترسم، بازم از فعل avoir استفاده میکنم. avoir peur. avoir peur. اگه کامل تر بخوام بگم ils ont peur de sortir sans masque. ils ont peur. از چی؟ de sortir، خارج بشن، sans masque، بدون ماسک، از اینکه بدون ماسک، بدون ماسک sortir، خارج بشن، میترسن. pourquoi؟ parce que c'est le temps de coronavirus. alors c'est dégoûtant. به خاطر این coronavirus. alors elles ont envie de travailler plus pour acheter une voiture. بعد اینکه بگین قصد دارن از فعل avoir استفاده میکنید. avoir envie de چه کاری؟ avoir envie de فعل. اگه قرار باشه بعدش فعل بیاد، infinitive فعل. مصدره. elles ont envie de travailler plus، بیشتر کار کنن. pour، برای acheter، خریدن، une voiture، یه ماشین. و در اون تکست با فعل ایمه آشنا شدیم. دوست داشتن، جوه بازی کردن، فوتبال بازی میکردن، پختیسیپه میخواستن برن تو کلاس رقص شرکت کنن و دانسه رقصیدن. همینطور که این ورب ها رو میبینید، ایل فینیس آنها ختم میشن به او ار. میبینید با آبی نشون دارم شون. فعل های گروه اول در فرانسه که کلن سه تا گروه فعلی داریم، فعلای گروه اول ختم میشن به او ار، ختم میشن به او ار و کنجوگزونشون یک رگل فیکس داره، یک قانون فیکس و ثابت داره. سه کوا سا؟ اون قانون چیه؟ رگرده لورب امه. ببینید فعل امه رو. Pour conjuguer ce verbe, برای کنجوگه کردن این فعل،
J'ai besoin d'enlever ER à la fin de la fin du verbe. نیاز دارم که ER انتهای فعل رو بردارم. که چی بودن؟ علامت مصدر بودن. و بعد یک سری ترمینزون یا پایانه های مشخص رو برای هر شخص اضافه می کنم که معنی بگیره. ایمه سعودیق دوست داشتن. برای ژو وقتی ERش رو برداشتم برای ژو ترمینزون E اضافه می کنم. برای تو ES. برای ایل ال اون ترمینزون E. برای نو او ان اس. پور وو E Z. پور برای ایل ال پلوریل E N T. E E S E O N S E Z و E N T. Je vais conjuguer ce verbe. میخوام این ورب رو براتون کنجوگه کنم. J'aime. Tu aimes. Il aime. Elle aime. On aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment, ENT, non, se prononce jamais. ENT pluriel, non, se prononce jamais. ENT jam, هرگز, هرگز, تلفظ نمیشه. Ils aiment, elles aiment. Et le verbe jouer, بازی کردن. Je joue. Tu joues. Il joue. Elle joue, on joue. Nous jouons. Vous jouez. Il joue, elle joue. Et le verbe participer. Je participe. Tu participes. Il participe. Elle participe. On participe. Ça veut dire شرکت کردن. Nous participons. Vous participez, il participe, elle participe. Et le verbe danser se conjugue pareil. Et verbe danser, hein, conjugué, Miché, Dairan Hamitoy. Tout comme, Dairan Mesle, tout comme le verbe aimer, jouer, participer. برای ژ او اضافه میکردیم تی او اس ایل ال او نو او ان اس بو او زد ای پلوریل ال پلوریل او ان تی. حالا یاد گرفتیم که فعل های دسته اول که به ار در انفینیتیو ختم میشنن میشن هم کنجوگه کنیم و بتونیم توی صحبت کردنمون استفاده کنیم. اما ورب اله که در ظاهر به ا ختم میشه ولی در باطن جزء فعل‌های رگولیه و دسته اول نیست. چرا؟ بذارین باطنش رو بهتون نشون بدم تا ببینید که چه فعلیه. ظاهرش رو حفظ کرده، جزء فعل‌های پرومیه گروپ، فعل اول، دسته اول. مه نو سه ان ورب دو تروازیم گروپ، فعل دسته سومه. OK, je vais le conjuguer. Je vais. من میرم. به معنی رفتن هست. Tu vas. تو میری. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Vous voyez, میبینید. C'est pas un verbe de premier groupe. فعله گروه اول نیست. ببینید چقدر ایرگولیه بود و بیقانون بود. کاربورد های فعل اله رو میخوام براتون باز کنم. خواهش میکنم اگر اینکه براتون مفیده بچه ها حتما پاس کنید یا دوباره نگاه کنید، نوت بردارید، چون پر از اطلاعات این ویدئو. واقعا خواستم در یک ویدئو چند تا چیز مفید در ابتدای کار رو بهتون یاد بدم. نیاز به ویدیوهای کوچیک کوچیک نباشه. J'espère que ça vous a plu. امیدوارم که خوشتون بیاد. Laisse-moi savoir. Alors, برگردیم به اصل مطلب. فعل اله به معنی رفتن. میتونم بگم من یه جایی میرم. Je vais à Tokyo. رفتن. Je vais à Tokyo.
تو با توکیو. تو میری توکیو. ولی بچه این فعل اله هم برای احوال پرسی استفاده میشه. واو سه بیزار. سه چون اکسپرسیون. یه دونه اصطلاح و عبارته. فعل اله با قید بیان یا پامل. یعنی فعل اله رو با قید بیان یا پامل. این یا اون. بگید میتونید بگین حالتون خوبه یا بد نیست. Tu vas bien. Tu vas bien. تو خوبی. یعنی حالت خوبه. حالت تو خوبه. یا میخوای بگی حالت بد نیست. Tu vas pas mal. Tu vas pas mal. Tu vas pas mal. قضیه منفی کردن. تو بد نیستی. یعنی حالت بد نیست. میتونیم اینو در مورد خودمون هم بگیم. Je vais bien. فقط کافی فعل اله رو کنجوگه کنیم و قید بیان بگیم. Je vais bien. خوبم. حالا خوبه. Je vais pas mal. بد نیستم. Je vais pas mal. بد نیستم. یه جمله منفیه. فقط الان حفظش میکنیم. مثل یه بچه ای که یاد میگیره چجوری بعضی چیزا رو بدونی که قاعدهش رو بدونه حفظ کنه. Je vais bien. Je vais pas mal. به پمل. خب حالا کاربرد دیگهش باز هم رفتنه که در بالا مثال زدیم برای اینکه تکرار بشه. الوا شزل. اون میره خونه شون. الوا شزل میره خونه خودش. و یکی از پر کاربردترین موارد استفاده از فعل اله اینه که میتونید آینده نزدیک بسازید. من میخوام برم خونم. من میخوام سفر کنم در آینده نزدیک که زمانش میشه به فرانسه میشه فیتور پروش. سوالی آینده نزدیک. دکار این اسمشه. سه پا امپورتان. خیلی مهم نیست. چجوری فرمولش؟ تو این کادر زرد ببینید. اله پلوس انفینیتی. فقط کافیه فعل اله رو کنجوگه کنید با انفینیتیف مد نظرتون. من میخوام برم. من میخوام غذا بخورم. من میخوام سفر بکنم. در آینده نزدیک قصد دارم. در انگلیسی همون going to. I'm gonna travel. من میخوام سفر کنم. I'm going to watch TV. میخوام تلویزیون ببینم. یه لحظه اصلا دارم فعل بداهه میگم. یه لحظه پرید خدایا. قیقده که فرانسه است. بس انگلیسیش معادلش چی میشد. قصد این که اگه فعل اله رو بلد بشین کنجوگه کنید با فعل مد نظرتون. فعل اصلیتون که انفینیتیف هست. میتونید نشون بدید که یک کاری میخواین در آینده انجام بدید. در آینده نزدیک. ببینیم مثال ها رو. Il va regarde les infos à la télé. میخواد نگاه کنه اخبار رو در تلویزیون. Je répète. Il va regarder infinitif les infos اخبار کجا؟ à la télé. در تلویزیون. او یا او لالا دزوله سری رفتیم آخر مطلب. یا Ils vont participer au cours de peinture. Ils, آنها. فعل اله رو میخوام کنجوگه کنم. اونها میخوان شرکت کنن در کلاس نقاشی. در آینده نزدیک. Ils vont. فعل مد نظرم شرکت کردن. یاد گرفتیم. Participer. مستر. Ils vont participer au cours de. در کلاس میتونه به جای پنتور هر کلاسی بذارید. Ils vont participer au cours de danse. Ils vont participer au cours de musique. Ils vont participer au cours de français. Dans quel sens français ils vont participer? Alors, pas. آخرین مطلب که خیلی مهم بود اینه که اگه فعل اله رو بلد بشین کنجوگه کنید میتونید بگید یه جمله در زمان آینده بسازید که بهش میگن فیتور خوش.
Heureusement, c'est la fin de cette vidéo. Encore la vidéo est. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez باید به ا اکسانت یو می نوشتم. C'est une faute de frappe. این یک ایراد تایپیه و الان متوجه شدم. Je suis désolée برای یاد دادنم بد نبود. مرسی d'avoir regardé cette vidéo. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و تموم شد. ممنون که سابسکرایب می کنید اگر اینکه دوست دارید که همچنان با این کانال هرچه بیشتر با ویدیوهای بهتر و مطالب آموزنده و مفید من بتونم در خدمتتون باشم و لطف میکنید که اگر اینکه سی بوزنه ست ویدیو نوبلیه پا دو لایک فراموش نکنید لایک کنید و نوبلیه پا دو متر ان پتی پوس فراموش نکنید یک پوس یک شست به عنوان لایک حتما بذارید و مرسی 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 بوکو. N'oubliez pas de m'écrire, d'accord, des commentaires. فراموش نکنید که برام کامنتر بنویسید، در کامنت ها بنویسید که آیا خوب بود و پیشنهادات ویدیوهای دیگه‌تون. Alors, je vous souhaite le meilleur, براتون بهترین ها را آرزو می کنم. امیدوارم که موفق باشید و روز و شبتون به خیر و سلامتی باشه. الی پروشن تا ایده بعدی.